با درود خدمت بینندگان و شنوندگان عزیز مردم تیوی، خوبین، خوشین، سلامت. ما بالاخره تونستیم این OBS رو راه بندازیم دیگه. من کامپیوترم یکی دو ماه پیش از کار افتاد، هیچی نداشتم. تا دیروز مکبوکی که سفارش داده بودم بعد چند وقت دیروز اومد، این یکی دو روزم باش ور رفتم و دیروز تا حالا این OBS شو ریختم. تا حالا با این سیستم کار نکردم، همش من با ادوب پریمیره کار کردم. خور سختمه، هی ضبط میکنم، هی صدا نداره، تصویر نداره، اونو نداره، اینو نداره. برای تست گفتم یه دونه کوچولو براتون بگیم و بخندیم، با این آخونده حال کنیم، ببینیم داستان چیه. من نمیدونستم اژدها درسته، اژدها غلطه. بعد تصور من انقدر تو مدرسه ما گفتن اینه که اون موقع 1400 سال پیش کوفه و شام و حالا هرچی و حجاز و اینا تو آسمونش فرت و فورت اژدها میرفته، دایناسور میرفته، رو زمینم ماموت و بعد کرگدن و شیر و اینا. اماما هم ابروها خوشگل، چشو آبی، موها بور، بازو و اندازه آرنولد، اینجوری میرفتن. 50 نفر هم هر کدوم میزدن. برای مز رضا خورده اینقدر استخونم اونجا پیدا نشد بگیم آقا این دایناسور مال اون موقع است. همشون هم با انگور بنده خدا شهید شدن. حالا بریم ببینیم این آخونده در مورد اژدها چی میگه. اصلا چیزی گفت کوکو پرم ریخت. اژدهایی وارد مسجد شده است، هر کی بهش نیزه میزنیم، هر کی تیغمون میزنیم، هر کاری میکنیم، این همین دور سینه کشان داره میاد تو آقا همون دست مسجد کوفه اندازه اتاق پذیرای ما بود اون موقع. چقدر بوده که اژدها توش اینجوری میرفته، سپاهیان اسلام هم دورش رو با نیزه و اینا میزنن، انگار لیلیپوت و مثلا قول و اینا دعواشون شده. اصلا هیچی با هیچی جوره نمیاد. بیدی مردم همه پراکنده شدن به کنار دیوار و ستون، اژدها وارد شد. وقتی که اومد وارد مسجد شد، همینجور سینه کشان میخزید، اومد بالای منبر، در گوش امیرالمومنین در حدود مثلا 5-6 دقیقه 10 دقیقه شما حساب کن در مسجد کوفه یه آدم مثلا 1.5-1.60 توش رد می شده، اژدها اومده تو این بالاش هم نخور. حالا اصلا میگیم اژدها بوده، آقا بوده، اژدها بوده. ما تو گیم آف ترونز دیدیم 50 نفر رو گردنش میشستن. بعد چجوری اومده در کعبه، اومده تو در کوفه، مسجد کوفه، بعد منبرم اومده بالا، اومده بالا، این دیگه منبرم نشکسته رفته در بابا. خب میسوزه صورت مورد که آتی اژدها چیزی میگفت در گوش آقا، آقا سرش رو تکون میداد. بعد آقا یه سری راهنمایی کرد، ایشون چیز شده، چه آخونده با ادبی شده، ایشون خودشون رفته امیر مقاره حامله شد. من اینجوری خبرام اینجوریه که جذب میشین دیگه، یهو میرم تو دل دشمن. امیر مقاره حاملش، حالا بیا آخونده رو رو صفحه بر رو امیر مقاره رو بذار داستانی ها. آه ببین ببین اینجا، اینجا حامله شد. آقا تمام اخبار اینترنت شده در مورد امیر مقاره که این بنده خدا ازش خواستگاری کرد. این حرکتی که الان کرده، این میدونی که این یعنی خواستگاری. احتمالا اون بابایی که اومده با انقریش داره ازش خواستگاری میکنه، اوب داره امیر دیده خوشش اومده، اومده تو کنسرت ازش خواستگاری کرده. خب تو اوب داری میتونی جای دیگه این کارو بکنی؟ آخه میایی تو جمعیت جلو همه بابا، مرد حسابی. بعد امیرم یهو شکمش اومد جلو دیگه، زد بالو دیگه بابا، بردنش یه خدایا قبول کرد. ترسید، راست میگه، ترسید، چشاش داره حدقه میزنه بیرون. حالا در هر صورت ما اینو گفتیم هم تست کنیم، هم سال نو رو بهتون تبریک بگیم پیشا پیش و بگیم که ما هستیم. نه اون ما هستیم، ما هستیم اون نه. آقا یعنی ما اومدیم، کامپیوتر رسید، همه چی اوکی، OBS رو داریم درست میگیم. پشتم استودیومونه دیگه، ببخشید من همیشه پرده سبز میزدم، الان با OBS بلد نیستم، اینم یه مشکلیه.
اینا رو درست کنم، از یکی دو روز آینده برنامه های باحال خنده دار میریم برای ریاکشن، میخوام بزنم تو کار ریاکشن. با OBS راحته، پاوز میکنی حرف میزنی حال میده. بریم ببینیم چی میشه. دو برنامه دیگه، بدرود.